برنامه موسیقی در سمرقند را آغاز میکنیم. در این مکان زیبا، در این مکان هنری با صدای دوتار. در کنار عطر این گل‌ها که داره به طرف ما میوزه، در این بستری از گل زمان حال است و موسیقی. مینوازن نوازندگان. تمام سازهای ازبک و این منطقه آسیای میانه میونه سازهای بسیار زیبایی. زمانی ما شبیهش شاید داشتیم، ولی دوتار بدون شک صدایی که از دوتار شنیدیم صدای واقعی دوتار بود، چون سیم‌های بم روی ساز ایشون بود، نه سیم‌های فلزی امروزی. قدیم‌ها سیم‌های دوتار یا از ابریشم بوده یا از روده یا حتی از پشمی که می‌بافتن. اینو من از یک دوتار زن قدیمی شنیدم. اوه، سر رفت بالا، شروع شد. من داخل طاقی مسجد شیردار هستم که میگن شیر و خورشید، یا از دید من ببر و خورشید و آهو بالاش نشان داده شده. اینجا زمانی مسجد و حوزه علمیه بوده. ای قاصدکی اومد و من قاپیدمش. اینو به فایل نیک میگیریم، ببینید. و باز جنگ شد. اولین گروه که این رقابت رو آغاز میکنه در جشنواره شرق تانلری اینجا نشستن، گروه پرویی هستن و خواننده‌شون خانم لوز کاتروین از نوابق موسیقی پرو هستش، محقق، خودش طراحی رقص میکنه، از آدم حسابی اونجاست و موسیقی اصیلشون رو احیا کرده با دید دیگری از موسیقی اندلس. یعنی زمانی که
اسلام در اروپا حکومت کرد و در اسپانیا در اندلس حکومتی داشت که بدون شک خب میگن ایرانی هم در اون تأثیر داشتن موسیقیش، تأثیراتی که در اون کشور در اون زمان گذاشتن و بعد مهاجرتشون از اسپانیا به آمریکای جنوبی تحقیق ایشون هستش و امشب هم شمی از اون رو اجرا میکنه. این هم برادرزای خواهرزادشن که قراره رقص پرویی اصل انجام ده با لباس اصلشون هستن. چطور شد که این نوع موسیقی که شما موسیقی عرب های اسپانیا میگین رسید به آمریکای جنوبی؟ صدها سال سلطه عرب ها بر اسپانیا باعث شد که این کشور از فرهنگشون اشباع بشه. خب البته قومای دیگه هم در اسپانیا تاثیرگذار بودن، مثل کلیای آسیا، و در دوره های از تاریخ اسپانیایی ها این اقوام خارجی رو اخراج و پاکسازی کردن. مثلا یهودیا و عربا و کلیا رو از اسپانیا به آمریکای جنوبی که مستعمرشون بود فرستادن و خیلی هم با کشتی به طرف سرزمین جدید اون زمان که قاره آمریکا بود فرار کردند، یا حتی به عنوان زندانی به اونجا تبعید شدند. و از این راه بود که این نوع موسیقی تأثیر گرفته از شرق، از راه اسپانیا و به وسیله زندانیان و اخراجی‌ها به آمریکای جنوبی وارد شد. حتی ما می‌دونیم که اولین زن غیر اسپانیایی که پا به پرو گذاشت، بتریس نامی بود، زن عرب جذابی که میگن کشت گندم و پخت نون رو به مردم بومی یاد داد. با این مهاجرت‌ها بود که معماری و فرهنگ عرب وارد پرو شد. این پرو. پس ما امشب باستاب این اتفاق تاریخی رو در آهنگ شما می‌بینیم دیگه. آره. و در ضمن اینم قسمتی از لباس هستش که برای رقص استفاده میشه و اشتباه اینجا نذاشتنش. اون لباس سنتی شما رو هم میتونم ببینم؟ میشه پشتش رو ببینم؟ این پانچوه، شنل سنتی پرویی که از نخ بافته شده، لباس مخصوص اسب سواراست. اتفاقا نژاد اسبای ما هم از نوع اسبای تازیه، یعنی از خاورمیانه اومده. و در اجرامون رقصی رو خواهید دید که سوارکار موقع زین انداختن با اسبش انجام میده و اسب و سوارکار با هم میرقصن. اینم خودش تاثیر گرفته از دو فرهنگ اسپانیایی و عربیه. Me dentro en el mar y en la inmensidad.
Muchas gracias. Good evening. Thank you very much, Uzbekistan. بچه ها از پرتغال هستن، گروه موسیقی پرتغال. من قاصدکم رو به فال نیک دادن به ایشون، دارن آماده میشن میرن پشت صحنه. از افغانستان هستین شما؟ هفتگاه، خوشبختم. خوب هستین؟ حال شما خوب هستین؟ شما دیدم دیشب نشسته بودی اون جلو. شما بودین؟ بله، ما در پاکستان در شهر پیشاور سالها قبل آهنگ نوروزی رو با شما ضبط کردیم. 30 نفر نوازنده بودن. خیلی خوشبختم. شما هفتگاه هستید؟ بله، هفتگاه. هفتگاه یعنی؟ یعنی هفت نوت موسیقی. بله، بدونشن. هفت قدم. بله. بله. به هفت مرحله. هفت مرحله، هفت مقام. بله. شما سازم خوشبختانه محلیه دیگه. بله. اینکه دوتار هست، تنبوره. شما سازتون چی بود گذاشتید؟ رباب. یکی گفت به رباب بگیم روح باب. بله. اینم میگن یه چیزی هست. و شما آهنگای پشتو میزنید، فارسی میزنید؟ بله. یا ساختای خودتون رو؟ از ما از 4 سمت افغانستان آهنگ دارید. بله. از جنوب، شرق، غرب و شمال. و هر کدوم حس مختلفی داره. بله. من خب هرات رو بیشتر نزدیک به ایران میدونم و دوست دارم. طبیعت. و موسیقی پشتو فوق‌العاده است. بله. چون اون ضربهایی که میزنن کاملا مثل نقاشی کوبیسمه. هی عوض میشه. درست نمیگم؟ بله. پشتو میزنین شما؟ بله. به همون سبک؟ بله. ببینید چه میزنن. گروه هفتگاه مینوازن برای ما. موفق باشین رو صحنه. خیلی متشکرم. قربون شما.
کاتر احمد، good idea، very good idea، very impressive. گروه پرتغالی هستن اینجا داریم صحبت میکنیم. خانم، این سازی که دارن یک ساز کوبه‌ایه. The name was? It's called a doof or pandeiro. Pandeiro. ما دو نوع دف داریم. یکی اینه و یکی دیگه هم داریم که از پوست گوساله است. الان نشونت میدم. عجب سازی. Oh wow. Okay. Yes, it is done like that. It's small. It must have a sharper sound. Yes. صدای تیزتری داره. آه. شعرها هستش. شما شاید باور نشه، ولی من دیدم که همه جای دنیا خواننده همین کارو میکنن، چون شعر یادشون میاد. و اینم سخنرانی که خواننده‌اش به زبان ازبکی و انگلیسی اینجا شعرشون داره. فانتاستیک. Thank you so much. Quero Valentinho, laró, laró. Quero Valentinho, laró, meu pai. Adeus, mocidade nova. Adeus, vida do solteiro. Quero Valentinho, laró, laró. Quero Valentinho, laró, meu pai. Juntaram-se na esquina a tocar a concertina, dançar o sol e dó. Juntaram-se na esquina a tocar a concertina, dançar o sol e dó. Oh, rosa redonda a saia, oh, rosa redonda a mãe. Oh, rosa redonda a saia, olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda a saia, põe a tua igual à minha. Oh, malhão triste, malhão. Oh, malhão triste, coitado. Oh, malhão triste, malhão. Amanhã, triste, coitado. Eu por ti suspiro, eu por ti dou mais. Eu por ti não vou suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti dou mais. Eu por ti não vou suspirar jamais. Amanhã, triste, amanhã. Amanhã, triste, coitado. Amanhã, triste, amanhã. Amanhã, triste, coitado. Eu por ti suspiro, eu por ti dou mais. Eu por ti não vou suspirar jamais. Eu por ti suspiro, eu por ti dou mais. Eu por ti não vou suspirar. So the band is from Portugal. گروه شما از کشور پرتغاله. شما حالا ساختهای خودتون اجرا میکنی؟ نه، آهنگای سنتیمون رو اجرا میکنیم، آهنگای فادو. درسته که آهنگا سنتی و قبلا شنیده شده، اما هر کدوم از ما تو گروه یه جور برداشت شخصی خودمون رو بهش اضافه کردیم، چون سبک موسیقی فادو همینه، چیزی که دائما در حال تغییره. صدای گیتار پرتغالی محور اصلیش و اینجوری اصالتش حفظ میشه. اتهام جالب، این گیتار شبیه عود قدیمیه یا بربط. اسم گیتار چی هست به زبان خودتون؟ به نظر من اجدادش بربط یا همون عود ایرانی باید باشه. اسم خاصی نداره، بهش میگیم گیتار پرتغالی که شکلش با گیتار کلاسیک اروپا فرق داره.
فردا جالب بود، یک کلمه گفتن که شبیه به دلتنگی و احساس غربته، احساس از دست دادن چیزی. و شعرهای عاشقانه است بین مرد و زن و عشوه ها و ناز ها و بی‌اعتنایی های زن و خواهش های مرد که اجرا میکنم. و گیتارشون هم گیتار واقعا ویژه پرتغالی هستش که میبینین خیلی سیم داره و با یه مضراب خاصی هم زده میشه روی شستشون و روی انگشتشون. و حتی ما بین این دو گیتار مثل گفتگوی بین زن و مرد هستش. ساز گیتار پرتغالی که میبینی شبیه به عود با دسته بلند، 12 تا سیم داره، بسیار جالب کوکاش و سر یک موجود خیالی هستش از رودخانه در لیزبون که این به این شکل میکشنش. و زخمشون هم جالبه، این با پوست لاک پوش هستش، لاک پوش. بسیار عالی، thank you so much for this appreciation. Sempre que ouvir um lamento crescer desolador na voz do vento, sou eu em solidão pensando em ti, chorando todo o tempo que perdi. Pensando em ti, chorando todo o tempo que perdi. Assalam, Samarcanda.